این خانوم جن زده شده. و این که خیلی عجیبه، ببینید دوستان نمیتونیم بگیم ماسکه. به حرف خود این شخص هم میگه حداقل 4-5 متره صحبت میکنه، میگه صدا داره. توی اون آینه که اونجاست یه صورت شبیه صورت انسان دیده میشه. سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه جدیدترین ویدیوهای کوتاه ترسناک نگاه کنیم. فقط قبل از اینکه بخوایم با هم دیگه ویدیوها رو نگاه کنیم، کسایی که کانال رو سابسکرایب نکردن لطفاً کانال رو سابسکرایب کنین، زنگوله کنارش حتما فعال کنین. حالا بدون معطلی بریم سر وقت ویدیوها. خب دوستان، دو ماهی میشد که توی این کانال دومم براتون ویدیو نمیذاشتم. از این بعد سعی میکنم توی کانال دومم فعال باشم. الان میریم با هم دیگه ویدیوهای ترسناک رو نگاه میکنیم. اولین ویدیویی که میخوایم با هم دیگه نگاه کنیم توی اینستاگرام 20 میلیون بازدید خورده. یه پیجی گذاشته این ویدیو رو، گفته که دو نفر از کرمان این ویدیو رو براش فرستادن. ویدیو رو نگاه کنین، بعدش من نظرمو در مورد این ویدیو کامل بهتون میگم. صادق آدم کسور وارد دیدی؟ همین دیگه کسور وارد همون خواره. برو رفتن من بودو. بگی همین میخوای بری تو؟ رفتن تو همین. بیا صادق بیشو بیشو. مطمئنه شما میگی دیدی؟ بگی میلیون نفر دیدن تو این استگاه. یا برفت همه تون رو برای من اینو دایرک کردیم. صادق نور هم بگیر. صادق نور بگیر بیا. بس کجا رفتن؟ کتوله اونجا بود، جای پاش بود. بعد میگه بریم داخل کتوله رو ببینیم. بس برو، مخفی دارم فرمان. بگیر بیار. لحجه کرمانی دارم. اوه ایزه دونه میشه بریم. ادامهش نمیشه بریم. بچه به جلو دراشو تعلق داریم. نگاه رفتم و بالا رفتم خوامشتم. تونل بسته بود اصلا. الله اکبر. شما کجا رفتم؟ میگه کجا رفتم؟ چیز خونشونه؟ وایسادن؟ گفت زندگی میکنن. حالا میخواییم ویدیو رو یه بار دیگه با من نگاه کنیم، اونجوری که من ویدیو رو نگاه میکنم. نگاه کنین، نوشته ای که اول ویدیو میاد، وسط نوشته آدم کتوله مشخصه. نگاه کنین اونهاش، میبینین؟ یعنی وقتی اول ویدیو نوشته میاد، آدم کتوله اونجا مشخصه و همینطوری وایساده تا جمله این آقا تموم شه. صادق صادق آدم کتوله رو دیدی؟ آره دیدم. بعد دوربین میاد سمت آدم کتوله، آدم کتوله شروع میکنه به حرکت کردن. اونم چه جور حرکت کردن؟ حرکت کرد. میبینی؟ و وقتی دوربین میره سمت غار، داخل غار رو نشون نمیده بهمون. نگاه کنین، اینجا میگه حرکت داره میکنه. آدم کتوله پا داره دیگه، باید راه بره. کشیده نمیشه. این یه عروسکی که داره از طریق یه چوبی چیزی که گرفته اینو داره کشیده میشه. نگاه کنین. صحنه هسته میکنم، داره رو زمین کشیده میشه. میبینین؟ اصلا قدم ور نمیداره. خب اینجا هم آخر ویدیو یه چیزی دیده میشه روی سطح. الله اکبر. از همین سمت دست خود اون شخصه که عروسکه رو، همون عروسک و پاهاشو داره نشون میده. صحنه هسته میکنم، بازم خودتون میبینین. نگاه کنین، از اون سمت سایه همون عروسک آورده جلو، داره اینطور اینطوری پاهاشو تکون میده برات. نگاه کنین، اون بالا سایه دستش معلوم نیست، تو سایه است دستش، این پاها معلومه. اصلا بگیم آدم کتوله است، آدم کتوله آویزون شده اونجا، پاهاشو داره تکون میده. حالا چرا من میام نظر خودمو در مورد این ویدیو میدم؟ که شما بدونین این ویدیو فیکه، چون برای من خیلی ارسال کردین. پیجی هم که اینو گذاشته بنده خدا خودش درست نکرده این ویدیو، کسی دو نفر براش فرستادن گفتن که دوتا آدم کوتولر ویدیوشو ضبط کردیم. منم چون کانالم ژانر وحشته، برای منم خیلی ویدیو رو فرستاده بودین، گفتم بهتون بگم که نظر من اینه که این ویدیو کاملا ساختگیه. آدم کوتوله از نظر خود من توی ایران هست، ولی این ویدیو فیکه. ویدیوی بعدی هم که داره میبینین توی این اینستاگرام پخش شده به اسم این که این خانوم جن زده شده، تسخیر شده. ولی برای من یک بار دیگه یک شخص دیگه این ویدیو رو فرستاده بود، اینو یه کانال ترسناک گذاشته بود، گفته بود که پسر خود این خانوم میگه که مامانم دیابتیه، یعنی بیماره. وقتی که دیابتش اینطوری میشه، اوت میکنه، این شکلی میشه، چشاش این شکلی میشه. حالا نظر شما چیه؟ تسخیره؟
من اینکه یوتیوبر ژانر وحشتم، ماجراجویا رو کار ندارم، هر کس هر شکلی دوست داره ماجراجویی میکنه، ولی چیزی که به خانواده ها مربوط میشه، مثل پاکسازی، مثل ویدیویی که خودم دارم درست میکنم، مصاحبه میرم انجام میدم. مصاحبه هایی که انجام دادم خدا رو شکر دیدین که براتون گذاشتم، تا حالا همه خانواده ها گفتن اوکی بودیم، به غیر از این ویدیوهای آخر. ویدیو آخر خانومه میگه جم بهم تجاوز میکنه، حالش خوب نشده، فردا میخوایم با هم دیگه بریم پیش یک شخصی که میتونه یه کارایی براش انجام بده، اگه شد براتون ویدیو ضبط میکنم. اون خانومه میگه خونم سبک شده ولی هنوزم اجنه شبا میاد و با هم ارتباط داره. انشالله هر کاری که از دستم بر بیاد براشون انجام میدم. فقط اینو بگم، کسایی که میخوان از این بعد باهاشون مصاحبه کنم، برای پاکسازی پیام ندین، چون الان خیلی ها ادمین میگه فقط پیام دادم میگن کیوان بیاد خونه ما رو پاکسازی کنه، انگار تو دعا نویسی. دوست عزیز، ما گفتیم داریم ویدیو ضبط میکنیم، این یک شخصی که پشت سر ما هست کمکمون میکنه، این دعا و این دستور رو به ما هم داد، گفتش تو که داری میری مصاحبه کنی، با این کار تا جایی هم که میتونی بهشون کمک کن. ما دعا نویس نیستیم که، ما یوتیوبریم، ما جنگیر نیستیم که، ما نمیدونم استاد علوم غریبه نیستیم که. من اصلا نه استاد علوم غریبه دارم نه چیزی، این شخصی هم کس استاد من نیست، یه آدم مهربونی که رایگان داره این کار انجام میده. این آدمی هم که فردا میخواد به خانم لیلا کمک کنه، یکی از بیننده‌های کاناله، گفتش که من یه قدرتی دارم، یه علمی دارم، میتونم به این خانم لیلا کمک کنم، متعلم هستم، بچه هم دارم، بیاین توی خونه خودم جلوی زن و بچه هم من این خانم لیلا رو کمک کنم. قرار شد من و خانم لیلا بریم اونجا تو خونه این شخص. حالا اگه شد براتون ویدیو ضبط میکنیم، نشدم که دیگه نشد دیگه، همه چی بستگی داره به خانم لیلا و اون شخص که بگن آقا ویدیو رو ضبط کن یا نکن. بریم ادامه ویدیو رو نگاه کنیم. ویدیویی که میخوایم نگاه کنیم خیلی جالبه. یه شخصی توی خیابونی بوده، یه مخروبه اونجا بوده، داشته از کنارش رد میشده، صدای گریه بچه شنیده، رفته اونجا ببینین چه اتفاقی افتاده. دیدین؟ سیاهی قشنگ بلند شد. نور صفحه گوشیتون رو تا آخر زیاد کنید ببینید. یه سیاهی بلند شد، جیغ زد، وحشتناک. الان با فلش نشون میدم بهتون. از نظر من این ویدیو از 100% 70% واقعیه. من اصلا توی علوم غریبه، توی ماورا هیچ چیزی رو 100% نمیگم. یه چند تا عکس با هم دیگه نگاه کنیم، مربوط میشه به همین چیز سیاهی که دیدین. اجنه معمولا خودشون رو سیاهی نشون میدن. حالا تو این عکس که خیلی جالبه، اون پشت سر نگاه کنیم، یه صورت سیاه، راننده کامیونه دیگه، ماشین هم فکر کنم داره حرکت میکنه، یه سیاهی اونور داره نگاش میکنه. حالا یه عکس دیگه داریم که از ایران خودمونه، توی جنگل یه سیاهی دیده شده. عکسای خارجی هم داریم، الان نشونتون میدم. میبینین چه جوریه؟ نمیتونیم بگیم آدمه. این عکس عکس خارجی هستش که کانالای خارجی دارن پخش میکنن. توی باتلاق مانن، پاهاش هم توی آب انگار. یه موجی دیده شده. و این که خیلی عجیبه، ببینید دوستان، نمیتونیم بگیم ماسکه. من اصلا نمیتونم بگم این ماسکه. چرا؟ چون اصلا باید سر طرف اینقدر باشه، اندازه کف دست باشه که این ماسک رو بذاره تو صورتش. بعد اصلا بدن و نگاه، دم و نگاه. حالا این دوربین رو کی، این عکس رو کی گرفته؟ این دوربینایی که میذارن واسه حیات وحش، اون عکس گرفته. خیلی جالبه. ویدیوی بعدی هم که داریم میبینیم، بازم یه موجود ناشناخته است. چند تا اینطوری دارم پشت سرم بهتون نشون میدم، توی جنگل، توی دوربین مدار بسته یه خونه، خونه توی جنگله، یه موجود قشنگ اومده داره خونه رو نگاه میکنه و مشخصه که انسان نیست. نگاه کنین تصویر کامل میارم جلو، ببینین چشای انسان مثل چش گربه اینطوری روشن خاموش نمیشه. خیلی جالبه.
ویدیو بعدی هم که نگاه میکنیم توی تیک تاک پخش شده. یه خانمی داره ویدیو میگیره، روبروی آینه وایساده. دیدین؟ این خانم با همسرش فقط تو خونه بوده. یه نفر از پشت سر این خانومه رد شد. خانومه هم رفت توی اتاق خواب و نگاه کرد، کسی نبود. دیدین؟ همسرش هم ندید اون نفر رو. گفت چی شده؟ گفت یکی رفت تو اتاق خوابمون. اومد؟ هیچکی نیست. کامل صحنه استه میکنم، نگاه کنید. میبینین؟ خیلی شبیه آدمه. و جالب اینه که توی آینه دیده شد. گوشی به سمت آینه بود. به نظر شما این ویدیو واقعی یا نه؟ ویدیو بعدی هم بازم جالبه. توی تیک تاک به صورت اتفاقی یه خانمی داره از بچهش فیلم میگیره. از این که بچهش داره یه چیزایی رو میگه. خود خانم هم متوجه نشده وقتی ویدیو آپلود شده توی تیک تاک، مردم گفتن عروسک اون گوشه بود حرکت کرد، نگاه کرد به بچه. نگاه کنیم. دیدین؟ یه لحظه عروسک قشنگ اینطوری برگشت نگاهش کرد. ویدیو بعدی هم خانوم بازیگر معروف مکزیک هستش که با دختر خانومش توی تیک تاک یه جمله خنده‌داری رو داب اسمش دارن میکنن. مشخص بازیگره. دخترش افتاد. دیدینش؟ نگاه کنین. دخترش وقتی میفته بلند که میشه، یه چیزی از پشت سر دخترش خیلی کوچیک عینو این دست من اینطوری حرکت میکنه. اول من فکر کردم پای دختر است، خب؟ ولی پاش نیست، دختره دوتا پاش رو زمینه. بکنیم. حتی وقتی تصویر این شکلی میشه معلوم میشه که اون دودماننده. ویدیوی بعدی هم دوربینای مداربسته یه ویلا گرفته. شخص داره نشون میده، میگه نگاه کنین در باز میشه، یه موجودی قشنگ حرکت میکنه. همین الان نگاه کن توی تصویر یه چهره من دارم میبینم. میبینین؟ یه لحظه صبح کنم. اینو میبینین اینجا؟ هیچ چیز انگار وایساده. خب حالا نگاه کنین، در که باز میشه میره داخل و این رفت و آمدش دیده میشه. خیلی عجیبه ناش، خیلی جالب و عجیبه. این ویدیوها درصد خیلی بالای واقعی هستن. مثلا من این ویدیو رو حتی 90% هم میگم واقعیه، چون غیر ممکنه ویدیوی دوربین مدار و سر تو بتونی اینطوری ادیت کنی یا بخوای درست کنی یا همچین چیزی. نگاه کنین. حالا تصویر رو سیاه میکنیم، سپید به سیاه برعکس، قشنگ دیده میشه. این ویدیوی اصلیشه دارین شما میبینین. این همون ویدیویی که توی تیک تاک آپلود شده. بس اجنه فقط سیاه دیده نمیشه، شاید هم ارواح باشه. خلاصه سفیدم دیده میشن، نمیتونیم بگیم فقط سیاه. نگاه کنین اینجا برعکس کردیم، کامل دیدینش، نور رو برعکس کردیم، سفید سیاه شد. حالا این ویدیو خیلی باله. یه خانومی کنار ساحل، دوربینای مداربسته دارن ازش فیلم میگیرن، داره با گوشیش بازی میکنه. دیدین؟ پرده تکون خورد. همون لحظه که پرده تکون خورد خانومه ترسید، سگش هم که سگا حیوانای دوست داشتنی، سریع فهمید یه اتفاقی افتاده، اومد نزدیک خانومه شد برای کمک کردن. دیدیش خبری نیست، رفت. نگاه کنین پرده تکون میخوره، یعنی یه چیزی قشنگ اونجاست. خانم همونجا حس کرد یه چیزی بهش نزدیک شد، دستت بهش. ویدیوی بعدی دوستان توی تالاقان کرج ضبط شده، کیفیتش پایینه، از این اینستاگرام برداشتم. به خود این شخصم پیام دادم گفتم کجای تالاقان من بیام برم اونجا ماجراجویی کنم، اصلا جواب نداده. نگاه کنین چی میگه. که شبا به شکل پسرم میاد و کنار من میشینه، هر شب میاد و انشالله این موزیکی که داره پخش میشه کپی رایت نشه باشه.
میگه شبا به شکل پسرم میاد میشینه. یه نفر کامل براش تعریف کرده توی طالقان کرج که آقا این یه جن اینجا هست، روی این کوه دارن زندگی میکنن و این شخص توی روز میره اونجا الان جن میبینه. آدرس یه لوکیشن به ما داد که داریم میریم اونجا کنار رودخونه است. طرف معمول میگه لوکیشن به من داد، گفت کنار رودخونه است. صدای جیغ زن میاد از اونجا، صدای جیغ سگ میشنیده که کمک میخواد. آها صدای کمک میاد. یه سگ سیاه رو میبینه که یه سگ سیاه دیده نداره. میشه که سر نداره. میریم ببینیم این چیزایی که اون شخص بهش گفته. خدای من شاهده بچه ها، خدای من شاهده. من یه ذره با همراهم الان دعوا کردم، تعلل کرد. آه یکیش انگار دوباره اومد. بچه نگاه کنید این فاصله رو شما ببینید، یه نفر اونجاست. حالا ما میگیم آدمه درست، ولی شما فاصله ما رو نگاه کنید، اون کوه رو ببینید. آدم عقل داره دیگه، مگه میشه تو این ارتفاع آدم اونقدی خودشو نشون بده؟ خیلی بزرگه، حداقل 3-4 متر 5 متر. ببینید برعکس ویدیو اول این حرف کاملا منطقیه. میگه نگاه کنین اونجا میگه کوه نیست، یه آدم روی کوه که دیده نمیشه از این فاصله، ما داریم ولی اونجا یه آدم بزرگ. دو تا بودن بچه ها به والله، تا الان دو تا بودن. تا من به شما دروغی نگفتم، اومد و قسم میخوره به والله که دروغی دیم نگفته. تا خواستیم دوربین روشن کنیم، این چیزی که اونجا داره دیده میشه به حرف خود این شخص هم میگه حداقل 4-5 متره. خب ما آدم 4-5 متری تو کرج اصلا نداریم که. خب این وسط اون کوه داره دیده میشه، خیلی باید بزرگ باشه از این فاصله دیده میشه. یه نفر اونجاست. حالا ما میگیم آدم، حالا زوم کرده بودیم، اینطوریه، این حالت طبیعیشه. حالت طبیعی اصلا آدم معمولی تو کوه دیده نمیشه از این فاصله. ولی شما فاصله ما رو نگاه، خیلی جالب بود. اگه این شخص پیامم جواب بده میریم روی این کوه ماجراجویی میکنیم شب. ویدیو بعدی، یکی از شما عزیزان برای من ویدیویی فرستاده بود که گفته شده بود فصل سوم قسمت چهارم دقیقه 12:08 جوکر نگاه کن یه جن میبینی. امونشی چوب خداست به نوعی. صدا داره امونش. من رفتم دیدم دقیقا هست. نگاه کنین اینجایی که صحبت میکنه میگه صدا داره، توی اون آینهی که اونجاست یه صورت شبیه صورت انسان دیده میشه. صدا داره امونش. میبینین؟ دوست عزیزی که این ویدیو رو فرستادی، توی جوکر آینه‌هایی استفاده شده که این آینه‌ها توی اتاق بازجویی هم استفاده شدن. این سمت میتونه اون سمت رو ببینه ولی اون سمت نمیتونه این سمت رو ببینه. اینجا هم همون هستش، اون آینه هستش که اونا دارن این سمت رو نگاه میکنن. خب فیلم مردارا دارن اونجا فیلم میگیرن دیگه. وقتی میگن 53 تا دوربین داره، اون دوربینا کجان؟ پشت این آینه‌ها پنهون شدن. اینجا فقط اون صورت روی اون آینه میفته، عجیبه چون دیده نمیشه. اینجا شاید نوری افتاده شده روی اون آینه که این چهره یکی از اون خانوما که داره این مرا نگاه میکنه دیده شده. ویدیو بعدی یه ویدیوی هستش که یک شخصی خودش نصف شب جلوی در خونش گرفته. خیلی جالبه این ویدیو چون که موجودات به شکل خیلی مرموزی دارن این بر اون بر حرکت میکنن. اگه با گوشی موبایل دارین این ویدیو رو نگاه میکنین، نگاه الان دارم من میبینمش رو دیوار بالا پایین داره میشه. خب نور صفحه گوشتون رو تا آخر کنین. اینجا هم استبل هستش روبروش و این موجودات نزدیک اسب ها میشن، باعث میشن که اسب ها وحشی بشن، سر صدا کنن. اون چیزی هم که توی ایران هم گفته شده اجنه سر به سر اسبا میذارن، حالا یالشون رو میبافن، یه همچین چیزایی. میبینین کامل داره این ورمبر میشه و این شخص میگه این چیه. الان میبینینش؟ من قشنگ دارم میبینمش. اینا اینجاست. الان نگاه 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 داره میاد اینجا. اینا با موس دنبالش میکنم. نگاه کنیم ایناش. میبینین؟ اینا یه قسمت هم مثلا رفته بود روی این دیواره، الان اینجاست. ایناش ایناش میبینی؟ نگاه کنیم این مرمر داره میره قشنگ. نیاز نیست که صحنه هسته نشون بدم، بخواین زوم میکنم کامل داره اینجا حرکت میکنه. الان یک دقیقه است که حداقل داره اینجا حرکت میکنه. میبینینش؟ عجله به این شکل هم دیگه میشه. حتی الان اومده نزدیک این خونه شده اینجاست.
ایناش اینجا کامل ظاهر شده الان. اینا اینجا باش کن. اینا ویدیوی بعدی جدیده، یه جایی هستش که فکر کنم قبرس شمالی ترکیه است، کشتی هایی که خراب شدن حالا غرق شدن یا هر چی به صورت متروکه کنار دریا پارک شدن. یعنی خیلی ساله هیچ انسانی وارد این کشتی ها نشده. یه شخصی که حالا توریست بوده یا هر چیزی داره به گوشی موبایلش از این کشتی ها فیلم میگیره. دیدینش؟ یه لحظه زوم کرد، زوم گوشیش خوب بودش، زوم کرد، قشنگ سیاهی توی کشتی داره حرکت میکنه. شبیه آدم هم نیست اصلا. ویدیو بعدی خیلی جالبه، این ویدیو پخش شده، تمام کانال‌های ترسناک دنیا این ویدیو رو گذاشتن و هیچ کس منبع این ویدیو رو نمیدونه. یعنی توی فیلم‌های ترسناکی که هالیوود هم می‌سازه اینقدر یه موجود رو نمیتونن واقعی و خفن نشون بدن. ببینید پا داره، جالب اینه که پاش به پای اجنه میخوره، سه تا جلو داره، انگار یه دونه عقب، شبیه خوکچه هندی. چهرهش هم که شبیه آدمه ولی ترسناک دیگه. حالا میتونیم بگیم یه آدم گریم کردن ولی آخه اینقدر حرفه‌ای باید توی فیلم سینمایی باشه. اگه فیلم سینمایی باشه چرا هیچ کس اسمشو نمیدونه؟ شما تا حالا همچین فیلم سینمایی دیدین؟ خیلی عجیبه این ویدیو. این خانمی که داریم میبینین یه شخص فالگیره خیلی معروف تو آمریکاست. از اونایی که نگاه گفته از اون مدلاش که 100,000 دلار پول میگرفته. 100,000 دلار خیلی پوله، میلیاردی ایران پول میگرفته تا بهت فاله و بگه. فالگیر رو دوستان این شخص گذاشته کنار. خب من الان ویدیو رو نمیتونم زیاد استوب کنم باهاتون بخونم، یک دوستی زحمت کشیده اینو زیرنویس کرده. با همدیگه نگاه میکنیم جاهای مهمش رو من برش زدم. میخوام یه اطلاعاتی رو بگیرین از یه شخصی که فالگیره دیگه، همه میشناسنش تو آمریکا. ببینین چی میگه در مورد فالگیری. She wasn't a professional, it wasn't her job. When we were children, we grew up around it. اینجا توضیح میده که نسل در نسل سایکیک که میگه همون فالگیره و خالش که با اون زندگی میکرده یه فالگیر معروف بوده که خاموش روشن شدن برقا و اتفاقای افتادن چیزای عجیب غریب براشون عادی بوده. خالش که جادوگر بوده. And you know you ask it questions, which of course what you're doing is you're invoking demons when you're doing this, right? So the girls asked who would be. اگه جا میمونید بذارین عقب از اول نگاه کنید. First, who would be dead? Yeah. Who was going to die? They asked who was going to die first, and the planchette was moving around, and it spelled out this girl's name that was sitting there. A couple of weeks later, she unalived herself. Now, it's like it's so sad, obviously, but then when you hear about that, how did it know? How did that? But that girl was suffering with depression, and. You know, I don't mean to go into, you know, a whole educational thing, but how the demons know is because they're hovering around and they see. And so they knew that girl was vulnerable and susceptible. And I'm sure that suggestion was just enough to push her over the edge. Michael, there are more real psychics out there, more real psychics, psychics that are really communicating with demons. I would steer people away from the whole thing. Of course. میگه شیاطین منظورش جن. میگه فالگیرا واقعا هستن و با اجنه در ارتباطن. All together. But on psychic mediums, so there is a difference between psychics and psychic mediums. What's the difference? Well, I was one of those people talking to who I believe were dead people. So just like John Edward. Okay. All psychic mediums are psychic, but not all psychics are mediums. So a psychic like a tarot card reader or a clairvoyant may not tell you that they're not going to be connecting with somebody from the other side. Those are new age terms, but they're not claiming to bring anybody through. So that's different. They're not channeling a deceased person or a medium. You have to look at any sort of
explanation of these cards, I started receiving ببینید میگه اطلاعات بدون اینکه به کارت نگاه کنم به مغزم میومد. من یه مصاحبه هفته گذشته انجام داده بودم ولی دیشب که پنجشنبه شب بود براتون توی کانال نذاشتم، چون که خیلیاتون گفته بودی مصاحبه خسته کننده است، حرف زدن چه فایده ای داره، هیجانی نداره. نم هیجان چی میخواین؟ میخواین تو خونه مردم چیکار کنیم؟ نخ ببندیم وسایل خونهشون رو تکون بدیم که شما بترسین؟ دوست عزیز اگه مصاحبه واقعی میخوای، مصاحبه واقعی این شکلیه. What encouraged you? شخصم داره مصاحبه میکنه. When accurate information was coming out during those readings, it's not just something that resonates with you, it is something that will be true about you. And that's again because دقیقاً همین حرفی که این خانم میزنه، من این ویدیو رو دیدم یاد اون خانم افتادم که هفته پیش مصاحبه کردم. قشنگ داره میگفتش اطلاعات به این میدن، با یکی آشنا میشم یهو یه کلمه هایی میاد تو ذهنم، به خود طرف میگم، میگه تو تازه با من آشنا شده چجوری زندگی منو میدونی؟ When you think about the descriptions of the cards, that was being channeled by a psychic. That's automatic writing. So that didn't come from nowhere. That's demonic information, the descriptions of those cards. So of course them being put down in a certain type of a way really doesn't matter. The information is channeled and something is going to hit. Something is going to hit because the demons are in control of this thing. And they're around. And you've already invoked them the second you took out that deck. My question is, yeah. Can you call up a ghost? A deceased person? Yeah. No. I mean, yes, that روح واقعی نیست. هر چیزی که میاد جنه. من 3 سال پیش یه ویدیو ساختم، چند تا ویدیوی تخت ویجی بردی نشون دادم که اینطوری میکنن. میگن روح میخوایم احضار کنیم. گفتم دوستان چیزی به اسم احضار روح وجود نداره. همش جنه. احضار روح ماهام آدمای معمولی نمیتونیم انجام بدیم. No, you can't. People like me, when I was a real psychic medium, I really wanted to help people. I was told I had a gift from God. There's that little that, you know, and that draws you in, right? Because you're thinking this is a gift. This is so helpful. This person is nice and compassionate and we're hugging and crying. And I believe that it's your child coming through. I believe it's your husband or your wife or your grandma. Addictive. That's the whole thing. It's addictive. My clients never left me alone. I mean, and my whole business was word of mouth. That was because of the accuracy. I had sleep paralysis. That was frightening, really frightening. I wouldn't have known. کم کم آثار شیطانی در من ظاهر شد. And that's what it was. Like you, you know, you're wide awake, but I saw the demon standing right in front of my bed, and he manifested as a black shadowy figure, which you may hear a lot because they manifest that way a lot. Huh. Kind of like the Grim Reaper without the sickle. Yeah. Yeah. And just staring at me, and it was just like a like this, and then he's gone. Because I think he had a government job. جام جالبه. To find the missing boy. بعضی از ما برای پلیس کار میکنیم. The missing boy, thank God, was found and is alive. And the medium provided some information for them. And I think this is great to bring it up because his information was accurate and led to finding the missing boy. But here's the thing. Demons saw the boy. Right. They knew where he was. So this guy is so connected, if you will, to the demonic. They're feeding him information left and right. Why not? I would say, listen, I sat before strangers and was able to get information about them. I never met them. And like I said, even in random places, I would just go out and I just started hearing chatter about people. And that was tough because then I had to decide, am I going to go up to this person and ask them if I can give them this information, or am I not going to do that? I mean, these are perfect strangers. You just walk up to someone and say, hey, by the way, you know, I'm a psychic. I get information, and I just heard something about you. Is it okay to give you? And of course, everybody's like, yes. They want it. They want the information. So, like, okay, here's my client. I have their name and number. That's it. And then, boom, I hear about your grandma. You know, that's not mental illness. That's information being given to me about you. خب دیدین ویدیو رو دوستان، اگه جایی از زیرنویس رو نرسیدین بخونین، بزنین عقب میتونین بخونین، یه بار دیگه نگاه کنین تا بتونین زیرنویس رو بخونین. امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشین.
خب دوستان یادتون نره که نظرات خودتون رو در مورد این ویدیو برای من بنویسین. اگه ویدیو رو لایک نکردین همین الان لایک کنین. کانالم اگه سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کنین. آخرین ویدیوی کانال اولم این بالا گوشی صفحه میاد. دوست داشتین برین اون کانال، کانال اولم ویدیوها رو نگاه کنین. کانال اولم اگه سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین. امیدوارم هر جا که هستین شاد و سلامت و پیروز باشین. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون.